شورای طبی افغانستان به منظور تامین مسئولیت مریضان و ارتقای کیفیت خدمات صحی ایجاد شد. قانون شورای طبی افغانستان اخیراً از طرف رئیس جمهور غنی نیز توشیح شده است. نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان میگوید که از طریق این شورا دکتران و مریضان می توانند به عرضه خدمات صحی خوبتر دست یابند. ما همه از ارزش و اهمیت بالایی که راجستریشن دارد کاملاً آگاه می باشیم و نقش آن را در بهبود کیفی خدمات صحی و تامین مسئولیت مریض و دفاع از حقوق مسلکی و طبای فوق العاده مهم دانسته و وجیبه خود می دانیم تا این پروسه را انتظام، انسجام بیشتر و بهتر ببخشیم. در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد این شورا را یک گام مثبت در راستای بهبود وضعیت صحی و ارتقای ظرفیت دکتران می داند. شورای طبی یک وظیفه دوسویه را به عهده دارد و ارائه خدمات صحی با کیفیت و مسئول و تأمین حقوق و مسئولیت های دکتران و مریضان تنها از طریق همین شورا امکان پذیر است. از سوی هم نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی میگوید که ایجاد این شورا کمک میکند تا دکتران دقیقتر و مسلکیتر خدمات صحی را برای مردم عرضه کنند. اگر ما بخواهیم که طبابت در کشور معیاری شود و اعتماد ملت به سکتور صحی و طب بومی برگردد و همچنان از مصرف میلیون ها دلار افغان ها در خارج از افغانستان هم جلوگیری شود، پیشنهاد من این است که در گام نخست برای ارتقای تخصص در مسلک کار بیشتر صورت بگیرد و سرمایه بیشتر هزینه کرده. در این حال دکتران محترم ما تلاش های فردی و شخصیشان را در جهت ارتقای دانش مسلکی و مطالعه آثار جدید در رشته هایشان را بیشتر از پیش بسازند. از زمان ایجاد شورای طبی افغانستان حدود یک سال سپری شده است. در این مدت بیش از 2000 دکتر در سطح کشور در دیتابیس این شورا ثبت نام شدند. امروز در نشست در شهر کابل برای 245 دکتر و استاد طب کارت عضویت توزیع شد. نادر شریفی، روزنامه 8 صبح، کابل.